آیه سازگار، من میدونم که شما چند نوبت با شخص آیت الله منتظری دیدار داشتید. میخوام ببینم که این مرد رو چگونه دیدید؟ والا آقای میبودی، آقای منتظری رو من قبل از انقلاب ندیده بودم، برای اینکه خب به هر حال ایشون زندان بود و فقط به عنوان یکی از روحانیون تراز اول و مقاوم در زندان و کسی که نفر اول روحانیت طرفدار آقای خمینی در ایران بود معروف بود و در همین امریکا اون دو سه سالی که من امریکا بودم بارها هم خواستار به اصطلاح کارهای دفاعی که برای زندانیان سیاسی ما میکردیم، آقای منتظری همواره یکی از اونها بود. اما بعد از انقلاب خب بارها و بارها من خدمت ایشون رسیده بودم. اولین بار در مدرسه رفاه در همون کمیته استقبال من ایشون رو دیدم. خب برام اصلا دیدنی بود که این شخصیت ها مثل ایشون، آقای طالقانی یا مهندس صحابی، کسانی که سالها زندان بودن و بیرون اومده بودن رو از نزدیک ببینم. آقای منتظری مرد بسیار بسیار ساده‌ای در همون جلسه اول به نظر شما می اومد و بسیار بسیار برخورد بیغلغشی داشت. اولین به نظر من تأثیری بود که هر کسی در برخورد اول از ایشون پیدا میکرد. مردی بود که کمتر حوصله میکرد شما تا آخر حرفتون رو بزنید و همه حرفتون رو گوش بکنه، برعکس آقای خمینی که خیلی با دقت و ساکت گوش میکرد. آقای منتظری خیلی پرهیجان بود در صحبت، اما انصافاً هوش و ذکاوتش رو نمیشد تحسین نکرد، برای اینکه آدمی بود که به سرعت یک چیزی رو میگفتید میگرفت و میفهمید. نکته سوم راجع به ایشون به نظر من این بود که یک روحیه علمی داشت، روحیه به اصطلاح اسکالری داشت در رشته خودش که حالا فقه بود. من شخصا از ایشون نشنیدم ولی چند سال بعد از کسی شنیدم ایشون گفته بود که ای کاش من رفته بودم پزشکی خونده بودم، یک جراح شده بودم، شاید اینطوری به مردم بهتر خدمت میکردم تا در کسوت روحانیت و مرجعیت در آمدم. آدمی بود که راحت حرفش رو میزد. لهجه شیرین اصفهانی کمی هم غلیظتر از لهجه اصفهانی، لهجه نجف آبادی داشت که در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی که ایشون رئیس مجلس انتخاب شده بود چون تلویزیون پخش میکرد زبان زد شده بود. و چون مرد ساده ای هم بود اون روزها یادم یک مقداری جوک و انکدوت هم در اومده بود، به خصوص که آقای بهشتی نایب رئیس بود و ایشون عملا مدیریت میکرد اون مجلس خبرگان رو، و چون کارتون پینوکیو پخش میشد یک مقداری هم شوخی های از این جهت در اومده بود. ولی به نظر من آقای میبودی، آقای منتظری بعد از فوت آقای طالقانی وقتی امام جمعه تهران شد، بعد هم البته رفت قم و با اصرار ایشون هم آقای خامنه ای رو آورد، آقای خمینی به نماز جمعه و تریبون نماز جمعه رو به ایشون دادن. من این از شخص آقای منتظری شنیدم که من میگفت اصرار کردم آقای خامنه ای رو چون خطیب مبرزی بود بیاد نماز جمعه، و به نظرم مردم به سرعت او رو لمس کردم. یادم هست یکی از دوستان ما که خدا رحمتش کنه، علیرضا فرهمند، یکی از چهره های روزنامه نگاری کشور، سالها دبیر سرویس سیاسی خارجی کیهان بود قبل از انقلاب فرهمند، بعد از انقلاب پاکسازیش کردم و در جاهای مختلف کار میکرد، مترجم تواناییم بود. یادم یه بار ایشون میگفت این آقای منتظری نگاه به لب و لوچهش نباید کرد و حرف زدن عامیانش، مرد کوچه و بازاره، مردیست که پاپیولاره، به سرعت محبوب مردم قرار میگیره. و به نظر من آقای میبودی شاید دهه اول انقلاب تو اون گیرودار
خون و خشونت و جنگ و اعدام و غیره، کمتر این قص و سمین شده بود، کمتر سره از ناسره جدا می شد. به تدریج که حوادث جلو اومد، مردانی مثل آقای منتظری به نظر من بهتر خودشون رو نشون دادن. در نظر بگیریم ایشون پسر بزرگش محمد منتظری در حادثه انفجار حزب جمهوری اسلامی کشته شد و اون حادثه خب سازمان مجاهدین خلق رسما گردن نگرفت، ولی خب همه مطرح کردن. اون آقای کلاهی هم نفوذی بود و به هر حال این سازمان دست داشت. ولی بعدن همین آقای منتظری پای اعدام اعضای این سازمان ایستاد، رو در روی آقای خمینی ایستاد. خوب هم میدونست که آقای خمینی آدمی است که بر نمیتابه جلوش ایستادن و مخالفش حرف زدن رو. از قدرتی مثل رهبری کشورشون، قائم مقام رهبری بود، گذشت و سهل است بعدن به حصر افتاد. چندین سال به دست آقای خامنه‌ای، در همون دوره آقای خمینی هم به او شیخ ساده لوح گفتن، فحش دادن، بد و بیراه بهش گفتن، پسرش رو زندان کردن، ولی ایستاد، ایستاد بر سر اصولی که اون جمله‌ای که به آقای خامنه‌ای گفته بود که من با آقای خمینی تا در جهنم رفتم ولی دیگه داخلش نمیرم. و من یکی از برخوردهایی که با ایشون داشتم در دوره‌ای که قائم مقام رهبری بود، من در صنعت مسئول بودم، خب به هر وقت گذار ما به قم میافتاد به خدمت ایشون هم میرفتیم و خوب هم میپرسید از اوضاع و خوب هم خیلی آشکارا انتقاد میکرد، با وجودی که خودش مسئولیت بالایی داشت، ولی از هر بخشی ناراضی بود روشن میگفت. به خصوص از همون سالهای 64 و 65 که اتفاقا در ارتباط با پرونده انفجار نخست وزیری، وقتی ما چند نفری بودیم که آقای لاجوردی میخواست بگیره اعدام بکنه، آزاد شده بودیم بعد از 70-80 روز، به دیدن مقامات مملکت که رفتیم، آقای اردبیلی رئیس قوه قضاییه بود، آقای رفسنجانی رئیس مجلس شورای اسلامی بود، به دیدن آقای منتظری که رفتیم، آقای میبودی، کاملا برخورد ایشون با بقیه فرق داشت و به شدت، یعنی من خودم چیزهایی رو که در زندان شنیده بودم ندیده بودم، ولی انفرادی سلولی که بودم، صدای شکنجه و آه و ناله‌ای که می اومد، واقعا سرم رو به دیوار سلول می کوبیدم. و وقتی اینها رو برای آقای منتظری نقل کردم، دوستان دیگه هم که تو اون پرونده بودن، ایشون به شدت برآشفته شد، اصلا یک نماینده ویژه گذاشته بود در امور زندان‌ها و به وضعیت زندانی ها و زندان ها رسیدیم که خودش هم چون زندان کشیده بود میفهمید، میگفت اینا آدم بازجو میخوان و به شدت ناراحتی و انزجار خودش رو اعلام کرد. برعکس آقای اردبیلی که خیلی ساده با وجود که رئیس قوه قضاییه بود، گفت من که خودم بازجوی هیچ پرونده نبودم، قاضی هیچ کدوم این پرونده هام نبودم. گویی مسئولیت این رافع مسئولیت ایشونه. یا آقای رفسنجانی که اصلا انکار کرد، گفت عجب، مگه هنوز تو زندان مثلا شکنجه میکنن؟ این آقای لاجوردی قرار بوده نکنه مثلا؟ که بعد که از اونجا اومدیم بیرون، آقای حجاریان خاطرم هست با ناراحتی میگفت آقا من توی وزارت اطلاعات هم دیروز توی بولتن محرمانه که در حد رؤسای سه قوه است و آقای خمینی نوشتم که یه زندانی رو مثلا در ارومیه کشتن زیر شکنجه. ایشون چرا این حرفو میزنه؟ گویی اطلاع نداره اصلا، یک همچین جستی میگیره آقای رفسنجانی. ولی برعکس همه اینا، آقای منتظری بسیار بسیار ابراز ناراحتی کرد، در حدی که کاملا برآشفته شده بود و معلوم بود که بار گناه یک چنین چیزهایی رو خوب به عنوان یک فرد دیندار، به عنوان یک انسان دردمند، معلوم بود بار این چیزها رو میفهمه. و خب کمتر از 2 سال بعد هم پای همین اختلاف ایستاد و کنار رفت. بعد هم آقای میبودی، من ایشون رو در زمانی که حصر بود خب نمیشد ببینه. آقای خامنه‌ای ایشون رو به صرف اینکه انتقاد کرد و گفت که آقای خامنه‌ای
مرجع نیست و ادعای مرجعیت نکنه، ادعای رهبری کرده خب بکنه ولی ادعای مرجعیت نکنه. آقای خامنه ای ایشون رو نزدیک به 5 سال در حصر خانگی کرد. بعد از برداشتن حصر با چند تن از دوستان به دیدار ایشون رفتیم ما، و باز هم آدم میدید که مردی بود که هم اصولی بود هم داشت تحول فکری میکرد، تحولات فکری میکرد. و ما بعدن این تحولات را آقای میبودی در هم جنبش سبز دیدیم که ایشون چگونه در واقع با حرکت مردم همراهی کرد و خیلی صادقانه میگفت ما از مردم داریم یاد میگیریم حقوق مدنی رو و خواستای مدنی رو. و هم مثلا در فتوایی که به عنوان یک مرجع شیعه در خصوص شهروندان بهایی ایران داد که از حقوق شهروندی برخوردارن و مسائلی از این قبیل، ایشون واقعا نشان داد که آدمی است که به هر حال اصولی داره و پای این اصولش می ایسته. خاطراتش هم به نظر من آقای میبودی، خاطرات آقای منتظری هم به لحاظ یک دانش آموخته تاریخ عرض می کنم، یکی از منابع خوب انقلاب اسلامی ایرانه، آنچنان که مثلا خاطرات اسدالله علم هم به نظر من یکی از منابع خوب تاریخ دوره به خصوص محمد رضا شاه پهلوی است. منظورم از نوع مطرح کردن مسائل آقای منتظری بدون هیچ رودربایسی در واقع و بدون خودسانسوری ها و ملاحظات این و اون و غیره، ایشون روشن در خاطراتش هم، یعنی اون صداقتی که خودش داشت در خاطراتش هم منعکسه. و یک مورخ 50 سال بعد به نظر من خاطرات ایشون رو منبع ارزشمندی ارزیابی خواهد کرد در نگارش تاریخ انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی. تشکر میکنم. خب آقای دکتر سازگارا، در این افشاگری توسط آیت الله منتظری مربوط به 28 سال پیش، ما با نام شخصیتی برخورد میکنیم به نام آقای رئیسی که داماد آقای علم‌الهداست و آقای خامنه‌ای یک جا تمام خراسان رو به این دو نفر سپرده، یعنی به علم‌الهدا و داماد او. اما جالب اینه که اخیراً مردم ایران با این نام آشنا شدن، به نام آقای رئیسی کمتر آشنا بودن و شنیده بودن که ایشون قرار جانشین آقای خامنه‌ای بشه. صحبت ها بر این که شخصیتی جوانتر به عنوان جانشین از همینا تعیین بشه، اما ناگهان نام او در میان هیئت مرگ، مربع مرگ مطرح میشه، یعنی که از کسانی که بی‌محابا در کشتار شهروندان ایران، مخصوصا شهروندان جوان ایران، دخیل و سهیم بوده. نظرتون اول خواستم ببینم تا چقدر رئیسی رو میشناسید، نظرتون چیه و ارتباط این دو با هم؟ اولا آقای میبودی، در نظر بگیریم که کشتار زندانیان سیاسی در زندان در سال 67 به گفته حقوقدانان بین المللی کاملا مصداق جنایت علیه بشریت، یعنی همون ترمی که در دادگاه نورنبرگ مطرح شد برای جنایتکاران حزب نازی، شاید بزرگترین کشتار زندانیان از بعد از جنگ بین الملل دوم در دنیا محسوب بشه. به نوشته آقای منتظری عددی بین 2800 نفر تا 3800 نفر، سایتی که چندین سایتی که در خارج از ایران از بازماندگان قربانیان اون جنایت سعی کردن شمارش کنن پیدا بکنن، عدد 2400 و 400 اندی هم تا الان شمارش کردند. آدم‌های مورخین به نظر من بسیار با ارکارهای با ارزش مثل آقای ایرج مصداقی که به عنوان یک وظیفه وجدانی و ملی خودش از قربانیان زندان‌ها بوده و از این اعدام جان به در برده، با جزئیات زیاد سعی کردند که تمام زوایای
دهه 60 در زندان ها به خصوص این کشتار رو منعکس کنم، منابع زی قیمتی است و بیشترین کشتارها هم، بیشترین زندانیانی هم که کشته شدند اعضای یا هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودن، بعد هم هواداران سازمان های کمونیستی مثل چریکای فدایی یا حزب توده یا دیگران بودند. این سازمان مجاهدین خلق البته اخیراً سخنگوشون این تعداد رو تا 30,000 نفر بالا برد که در اون 3 ماه کشته شدن، ولی هیچ منبع دیگه چون این عدد رو نگفته، ولی دست کم دوربر 4,000 نفر در کمتر از 3 ماه در زندان ها قتل عام شدن. گزارش های مثل مرکز حقوق بشر ایران در دانشگاه ییل گزارشی رو تدوین کردن، واقعا وقتی شما از جمع‌آوری کردن از شاهدها، از نوع اعدام‌ها، از دفن کردن‌ها، از جنایت و سبوییتی که جاری بوده که واقعا وجدان هر بشری رو متأثر می‌کنه، چه برسه به ما که ایرانی هستیم، هموطنانمون بودن و همشهریانمون بودن. بنابراین بدانیم خود جنایت چه ابعاد هولناکی داره. و آقای منتظری باز شاید اولین کسی است که خدا پدر و مادرش رو هم بیامرزه، خودش رو هم رحمت کنه، برای اینکه ممکن بود پاره از طرفداران آقای خمینی انکار بکنند. نامه آقای خمینی رو که چنین دستور جنایتکارانه ای رو داده رو ایشون در کتاب خاطراتش نقل کرده. حالا گفته میشه احمد آقا این نامه رو نوشته یا نمیدونم محمود محمد رضا حکیمی مینوتش رو نوشته، من نمیدونم، اصلا فرق نمیکنه، پیشنویس نامه رو هر کسی نوشته باشه. آقای اوباما هم نامه ها و نوت‌ها شد چند نفر دیگه می نویسن، اون که مهم نیست، مهم این است که امضای آقای خمینی زیرشه و ایشون با اون ادبیات موهن در واقع در این نامه به ترحم بر پلنگ تیز دندان، ستمکاری بود بر گوسفندان، بکشید اینها رو، این چیزایی که در اون نامه هست و رحم نکنید و غیره، کاملا به نظر من ابعاد برخورد آقای خمینی رو نشون میده و آقای منتظری هم جلوی همین ایستاد. اون هیئت مرگ که 4 نفر در واقع آقای اشراقی دادستان، آقای نیری قاضی شرع حاکم قاضی در واقع داخل زندان اوین، آقای پور محمدی معاون وزارت اطلاعات که از نماینده وزارت اطلاعات در این هیئت بوده و آقای رئیسی که معاون دادستان بوده و فکر میکنم در اون مقطع یک دوره ایشون دادستان انقلاب تهران هم شده بود به جای آقای لاجوردی، واقعا در 3 دقیقه تکلیف هر کی رو معلوم میکردن و نوعی سوال میکردن که اون زندانی که از همه جان بیخبر بود 90%شون ناچار میشدن بگن. یعنی اول مثلا بهشون میگفتن شما مواضع سازمانی که توش بودین قبول دارین؟ خب خیلیشون میگفتن نه، میگفتن حاضرید بیاید تلویزیونم بگید یا برید جبهه جنگ؟ میگفتن بله. بعد میگفتن حاضرید مثلا علنی انتقاد کنین؟ و خیلیشون میگفتن، اما آخرین سوال رو جوری طراحی میکردن که دیگه کمتر کسی زیر بار میاد. میگفتن حاضری بری برای ما از همبندیان خود جاسوسی کنی، یعنی آدم فروشی کنی؟ اصلا دیگه به میدونید مرام و مسلک و عقیده ی آدم ربطی نداره، این شأن انسانی هر کسی رو پایین میاره آدم فروشی. معمولا زندانیا به اینجا که میرسیدن میگفتن نه ما این کار دیگه نمیتونیم. میگفتن پس معلومه سر موضعت هستی، ببرین و اعدامش بکنید. یا با کمونیستا که خب تعداد کشته‌هاشون کمتر بود ولی خیلی ساده تر میگفتن مثلا نماز پدر مادرت مسلمون بوده؟ میگفته بله. بعد میگفتن نماز میخونی؟ میگفت نه. میگفتن خب به خدا مثلا اعتقاد داری نداری؟ و میگفتن خیلی خب مرتد شده، تموم شد، و میبردن اعدام میکردن. و واقعا چیزهایی رو نقل کردن زندانیانی که فاصله شون تا مرگ 1 وجب بوده، 1 چند دقیقه بوده، که مثلا فرض کنید یکی از دوستان ما نقل میکرد از قول یکی از اعضای سازمان چریکای فدای خلق که میگفت من
ازم پرسیدن نماز میخونی؟ گفتم نه، من اصلا بلدم نیستم نماز بخونم. پدرم هم عضو حزب توده بوده و اصلا اعتقادی از بچگیم هم نداشتم به دین و خدا و اینها. بعد به هر حال گفتن که ببرینش. از اون در رفتم دیدم صف اعدامه و دارن میبرن، سوار میکنن میبرن با مینیبوس جای دیگه و میگن وصیت نامه بنویسین. بعد میگه که دیدم یه مرتبه در باز شد، یکی از اون دو سه نفر آخوندی که اینا رو از من پرسیده بودن اومد گفت ها ها تو بیا 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 بیا، برد منو دوباره تو اتاق. گفته بود پدرت هم توده‌ای بود و خدا رو اعتقاد نداشت؟ گفتم بله. گفتش که نه، تو مرتد فطری هستی به اصطلاح، اصلا یعنی در خانواده مثلا کافر به دنیا اومدی، حکمت قتل نیست. اگر مسلمون بودی کافر شدی حکمت قتله، برش گردون این تو بند. یعنی ببینید به همین بیپایگی اصل حکم که اصلا غلط در روزگار اعلامیه جهانی حقوق بشر، شما کسی رو به دلیل باورش یا عدم باورش بخوای اعدام کنی. ولی اصلا ببینید با چه بیمایگی و بیمقدمه یه نفر رو اعدام میکنن یا آزاد میکنن. به هر حال آقای رئیسی یکی از این چهار نفر بوده. من آقای رئیسی رو یک بار موقعی که خودم زندانی بودم در پرونده انفجار نخست وزیر، اون شب آخر که میخواستن دیگه ما رو آزاد بکنم، ایشون اومد توی سلول ما و گفتش که به من گفتش که امشب مثلا شما آزاد میشین و وسایلتون جمع کنین برید، و دیگه هم ندیدم ایشون. ولی در تمام این سالیان آقای رئیسی در قوه قضاییه بوده، به نظر من امتحانش رو در آدمکشی پس داده، به قول یکی از دوستان ما مثل که شرط لازمی است برای رهبر شدن، و همبارم چهره مرموز قوه قضاییه بوده، سالها به عنوان معاون سیاسی قوه قضاییه بوده، اخیراً آخرین سمتش دادستان کل کشور بود و حالا هم به مشهد رفته. 56 سال از ایشون سیده و از موقعی که آقای خامنه‌ای رهبر شد یه 7-8 سال هم بزرگتر سنن، و ظاهراً با رفتن آقایون سپاهی ها به دیدار ایشون در مشهد و بحث هایی که مطرح کردن و نوع نشستن و حرف زدن ایشون، به نظر میرسه که یک جاه طلبی هایی برای رهبر شدن خودش داره و احتمالاً عده‌ای هم او رو به اصطلاح پروموت میکنن و میخوان تقویتش بکنن بلکه رهبر بشه. اما آیا میشه یا نمیشه البته سوال جداگانه است، برای اینکه ساختار قدرت ایران رو باید بررسی کردید چقدرش اصلا تو دست آدمی مثل رئیسی است. ولی اینی که آیا احمد منتظری، پسر بزرگ آقای منتظری که در حیات و آمده و این نوار رو الان منتشر کرده، بخشی از اون ایشون میخواسته زمینه رهبری آقای رئیسی رو خراب بکنه یا نه، فکر نمی کنم آقای میبودی. من با شناختی که از خانواده آقای منتظری دارم و صداقتی که کم و بیش از پدرشون هم به ارث بردن، فکر نمی کنم به این دلیل کرده باشه. ایشون خودش مطرح کرده که 30 سال از یه حادثه گذشته و به تاریخ پیوسته، و بعد هم گفته ما اسناد و مدارک خیلی زیاد دیگه هم هست، حتی گفته حکومت خودش میتونه، دولت بیاد کمک بکنه، اسناد انقلاب اسلامی و منتشر بشه، و به عنوان یک کار وظیفه تاریخی در واقع در آستانه سالگرد این کشتارها منتشر کرده. و به نظرم آقای بیبودی بیشتر از این که این آقای رئیسی رو البته آورده نور روش انداخته و معلوم شده برای مردم که احیانا کسانی اگر آقای رئیسی رو میخوان بیان رهبر بعدی بکنن پیشینه ایشون رو بشناسن، مقدار زیادی هم انتشار این صحبت آقای منتظری با این اوقات تلخی هم که در این صحبت هست و لحن آزردهی که آقای منتظری داره و جوابهایی که اون چهار نفر میدن، به نظرم بیش از همه احمد آقای خمینی رو هم آورده بیرون. برای اینکه من خودم میگم بعدها ما شنیدیم که احمد آقا دخالت داشته، او برای اینکه میخواست رهبر بعدی بشه زمینه خودشو میچید و وزارت اطلاعات هم از مدتی قبل تدارک کرده بودن این کشتار رو بکنن و احمد آقا موافق بوده،
و زمین سازی براش کرده بودن. اون عملیات مرساد یا فروغ جاویدان بهانه‌ای بود که فقط گرفتن برای این کار. و احمد آقای خمینی به نظر من کسی است که حالا با این حرف‌ها بهتر باید راجع به او به اصطلاح قضاوت تاریخی کرد. و نکته آخری که میخوام بگم این است که به نظرم این کشتار سال 67 آقای میبودی و به خصوص این مطالبی که آقای منتظری چه نوشته در خاطراتش چه الان از نوارش نقل شده و خاطراتی که دیگران مثل آقای مصداقی و دیگران و یا بچه های فدایی و غیره منتشر کردن، یک صحنه است، یک آزمونی است که به خصوص برای دوستان اصلاح طلب و که الان مدعیان طرفدار دموکراسی هستند، طرفدار حقوق بشر هستند، کسانی که آقای خمینی رو حاضر نیستند انتقاد بکنند، یک صحنه آزمون خیلی خوب است. خیلی به نظرم دیدم امروز یکی از فعالین سیاسی همین رو نوشته بود، به درستی مطرح کرده بود که این یه آزمونی است که ادعای پاره از این دوستان ما که میگن دموکرات شدن، طرفدار حقوق بشر شدن، آزادی خواه شدن، نظرشون راجع به کشتار 67، نقش آقای خمینی و نقش احمد آقا آزمونی است که میشه ادعاشون رو به آزمایش در بود. متاسفانه خود حسن آقای خمینی، پسر آقای نوه آقای خمینی و پسر احمد آقا، اظهار نظری که کرد اصلا نمره قبولی نمیگیره در این آزمون. گویی پشت کرد به همه حوادث و راجع به خود حادثه اصلا هیچ حرفی نزد. دیگرانی هم که اظهار نظر کردن صریح و روشن نیومدند این که چه کار باید کرد. شاید آقای تاج‌زاده بیشتر از بقیه جلو رفت و گفت باید از بازماندگان عذرخواهی کرد، اگرچه یک قیدی ایشون هست که خیلی عجیبه در اظهار نظر. حتی آقای تاج‌زاده میگه الا اعضای مجاهدین خلق، گویی از جنایتی که در حق اعضای این سازمان شده نباید عذرخواهی کرد. اصلا دخلی نداره مواضع سازمان یا هرچی، اعضای سازمانی در زندان بودن، محکوم شدن، به زندانشون داشتن میکشیدن، 5 سال 10 سال 4 سال یک شب بگیرن اعدامشون کنن، این اصلا تفاوت نمیکنه چه عقیده‌ای داشتن، چه باوری داشتن، این جنایت جنایته. و قطعا عذرخواهی اون وقت فقط در یه همچین موضوع به این بزرگی که عذرخواهی فعل کافی که نیست، اصلا مورد نداره. به هر حال به نظرم این هم یک نکته دیگه است، این اظهار انتشار این نوار به نظرم در آستانه سالگرد این جنایت علیه بشریت یک میدون آزمونی هم هست که میشه اندازه گرفت مقدار باور هر کسی که مدعی تحول و تغییر فکری است و قائل به آزادی و دموکراسی و حقوق بشر. دست کم می توانند کسانی که میگن تحول فکری کردن، اگر داخل ایرانن خطر دارن، میتونن با لسان خیلی به اصطلاح غیر مستقیم تری ولی به هر حال نظرشون رو بیان بکنن. تا اینجای کار من آقای میبودی خیلی نمره قبولی ندیدم بشه داد به کسانی که از آزادی خواهان یا مخالفین داخل حکومت تا الان اظهار نظر کردن. تشکر میکنم، ممنونم. همینانم این بزنه‌بردار ما که مدال طلا گرفت و همچنان اون یکی دیگه برنزم داشتیم، فوق‌العاده بوده، همه رو به شکلی وابسته کردن به حمایت‌های امام رضا در خراسان. خب به نظرم قاعدتا امام رضا خیلی حمایتش بیشتر نسبت به آمریکایی‌ها بوده، چون بیشترین طلا رو اونا ازن، اونا تمام این مدال‌ها رو درو کردن. ردیف دوم هم چین بوده، استرالیا بوده، کره جنوبی بوده. بنابراین کمک ائمه به این کشورها خیلی بیشتر از ما بوده. ما که درصدکی از مجموعه چقدر 507 تا فکر میکنم تا حالا 507 مدال داده شده، 3-4 تاش مال ما بوده. برمیگردیم.
زیارتشون کنم. دوست سازگارا، در بین اطرافیان آقای خمینی تنها کسی رو، چون من با ایشون سه بار صحبت کردم جمعاً، آقای حسین خمینی بود. آخرین بار ایشون از رفته بود به عراق و برگشته بود به قم و ما برنامه مذهبی داشتیم، ایشون زنگ زد و علاقه داشت برنامه مذهبی شرکت بکنه تو بحثا. توصیه من به ایشون این بود که حالا که برگشتید در اونجا هستید، من نمیدونم چه ریسکی بکنم، یه خطری اتفاق بیفته، اتفاقی برای شما بیفته، من خودم سرزنش میکنم. در چیزشون رو تشویق کردم صرف نظر کنه و صرف نظرم کرد، ولی لحنش نسبت به اون چیزی که در ایران رخ داده به ویژه از سوی شخص آقای خمینی خیلی انتقادی بود، خیلی و سخت پشیمون و از همین چیز هم کنار کشته بود و برگشته بود در یه گوشه در قم یا زندگی میکنه. ایشون هیچ ارتباطی با دنیای بیرون نداره. اما در مورد احمد آقا، ما تصور می بود که ایشون آدم خیلی مظلومی است، در واقع شخصیت مصلحیه، چون اغلب گفته میشد که ایشون با اصلاح طلب ها خیلی نزدیکه، مثلا با گروه آقای هاشمی و از حرف هاشمی حرف شنوی داره و زیادم با کارهای پدرش موافق نیست. و ولی الان با این اظهارات آقای منتظری چهره احمد هم کاملا عوض میشه، یعنی ما یه پورتری جدید باید ایشون بکشیم. بله، نظری ندارید؟ چرا ببینید، حسن آقای خمینی خب پسر آقا مصطفی، پسر بزرگ آقای خمینی بود. همون موقع هم که ایشون کمی مطرح بود و توی میدون بیشتر بود، البته طلبه جوان 18-20 ساله ای بود اون موقع، به دلیل موقعیتش در مرکز حوادث قرار گرفته بود. معروف بود که میگفتن تنها کسی است که یک پدر بزرگش، یعنی پدر پدرش، رهبر انقلابه و یک پدر بزرگش، یعنی پدر مادرش، رهبر ضد انقلابه. برای اینکه آقا مرتضی حائری، پسر مرحوم حاج عبدالکریم حائری، پدر مادر ایشون بود و که خب دو برادران حاج عبدالکریم حائری که بنیانگذار حوزه علمیه قم به نوعی باید محسوب بشه و معلم خود آقای خمینی هم بوده، هر دو در واقع میشه گفت با اسلام سیاسی و تئوری ولایت فقیه از نوع آقای خمینی مخالف بودن. و آقای مهدی حائری که بعدها کتاب فقهی و به اصطلاح حکومتی مهمی هم نوشت و اساساً گفت حکومت به اصطلاح زیر سرفصل وکالته و حاکم وکیل مردمه و مردم هر وقت هم نخوان عزلش میکنن، لب حرف ایشون این بود و به نظرم که تغییر بنیانی اساسی اصلا در نگرش به مقوله حکومت باید محسوب بشه، چون شما اگر به این قائل باشید اون وقت دیگه ولایت فقیه، ولایت اصلا دیگه معنی نداره، حاکم وکیل شماست، مردم انتخاب میکنن، هر روزی هم نخواستن عزلشون میکنن. ولی آقا مرتضی حائری که برادر بزرگتر بود، همدرس آقای خمینی هم بود و دخترش هم زن پسر آقای خمینی شده بود، او هم از ابتدا مخالفت موافقتی نداشت با کارهای آقای خمینی، اگرچه در مجلس خبرگان اول هم بود و اصرار هم داشتن که اون اصل مذهب رسمی کشور شیعه اثناعشری رو بگنجونن در قانون اساسی، چون اتفاقا همین آقای منتظری از کسایی بود که جرأت کرد و پیشنهاد کرد که ما ننویسیم شیعه اثناعشری و دست کم بنویسیم اسلام، برای اینکه وحدت باشه بین هموطنان سنی و شیعه‌مون. ولی خب به همه برآشفتند و آقای گلپایگانی از قم پیغام کرد من کفن تنم میکنم میام تهران اگر این رو ننویسیم. که یادم هست آقای مهندس صوابی در جلسات خصوصی که ما داشتیم موقع میگفتش که این آقای گلپایگانی تمام زمان شاه ما یه اظهار نظر ازش ندیدیم بکنه راجع به این همه موضوعات که به هر حال به اسلام ربط داشته، حالا سر این اصل میخواد کفن بپوشه بیاد تهران. به هر صورت آقای میبودی، حسین آقای خمینی به نظر من از کسانی بود که در واقع
در چه دوره‌ای تحول کرده نمیدونم، چون من اصلا بالکل از ایشون بیخبرم، ولی به نظر میرسه که در واقع به لحاظ فکری جانب خانواده مادری رو گرفته و موافقتی نداشته با نوع اسلام انقلابی سیاسی، اونم از ولایت نوع ولایت فقیهیش، و عملا کنار رفت از دایره سیاست و به درس و بحث فحصش مشغول شد. اما احمد آقای خمینی، آقای میگودی، کسانی که ایشون رو از جوونیش میشناختن، موقعی که دبیرستان میرفته در قم، خیلی هم به فوتبال علاقه داشته و بازی میکرده، خیلی آدم عمیق و علمی و شاگرد درخشانی ازش یاد نمی کنن. مثل آقای مهندس شریعت مداری که به هر حال ایشون اون موقع دانشگاه صنعتی آریامه رفته مهندس شده، اینها هم مدرسه بوده با احمد آقا، من از ایشون شنیدم میگفتش که شاگرد خیلی متوسط و شاید پایینی هم بود، بیشتر دنبال بدوبادوی فوتبال و ورزش و اینها بود. و در سیاست هم احمد آقای خمینی آدم فعال و خطرپیشه و بروی نبودش، اما به دلیل فوت برادره، چون اگر مصطفی خمینی یک سال قبل از انقلاب فوت نکرده بود قطعا او نزدیکترین کس با آقای خمینی بود، ولی به دلیل فوت برادرش و حوادثی مثل انقلاب اسلامی، ناگهان احمد آقا در مرکز حادثه بزرگی مثل انقلاب اسلامی قرار گرفت. من ایشون رو نخستین بار در همون نفل شاتو که رفتم ملاقات کردم، بیشتر مثل یک پیشکار و رئیس دفتر آقای خمینی بود، مرد آرومی هم به نظر می اومد. اما به نظرم در طی سالیان بعد آقای نیبودی به تدریج ایشون قاطی مسائل سیاسی شد که اصلا در حد و اندازش نبود. یعنی مثلا در اولین انتخابات ریاست جمهوری دخالت‌ها شروع شد، بعد اون صحبت معروفش که خط سه رو مطرح کرد در دعوای دو جناحی که در واقع اول انقلاب در گرفته بود، و بعدها و به محض اینم که بهش فشار می اومد مثلا از طرف آقای بهشتی و حزب جمهوری و مثلا آقای رفسنجانی اینها، فوری موضعش رو عوض میکرد احمد آقا، ولی خب به آقای خمینی هی نزدیکتر شد و معروف بود که آقای خمینی بهش اعتقاد داشت و اون رو البته نه مثل اعتقادی که آقای الان خامنه‌ای به پسرش داره، به مجتبی داره، و اون رو یک گفته بود آقازاده نیست، آقاست، و او رو یک مرجع تقلید هم میبینه. آقای خمینی به احمد دست کم اعتماد داشت اگرچه اعتقادی نداشت، ولی در دو سه سال آخر عمر آقای خمینی، احمد آقا که از معدود کسانی بود که میدونست پدرش سرطان داره و به زودی فوت خواهد کرد، یک سری کارهایی رو احمد آقا کرد که باید گفت که الان که دیگه حالا حوادث، اون موقع که ماها که نمیدونستیم آقای خمینی سرطان داره، ولی الان که دیگه حوادث گذشته و روشن شده، کاملا میشه ارزیابی کرد احمد آقا به اصطلاح دماغ رهبری میپخت و هوس کرده بود که قدرتی که در بیت آقای خمینی هست و پدرش داره از آن خودش بکنه و رهبر بعدی بشه. چرا؟ برای اینکه یکیش همین درگیری که با آقای منتظری درست کردن به بهانه اون مهدی هاشمی و پاره اطرافیای آقای منتظری، و بعد هم سر این اعدام های شدت. دومیش همین دخالت و میدون دادن به امنیتی ها و آدم کش هایی مثل لاجوردی و یا همین هیئت مرگ یا همین آقای پور محمدی و غیره، این هم از کارهایی بود که احمد آقا کرد. سومش در واقع شروع کرده بود یه مقداری مهره چینی احمد آقا، یعنی همون خط سه ای که دوره ایشون بودن، مثلا عبدالله نوری رو گذاشت توی سپاه به عنوان نماینده آقای خمینی، یا آقای کروبین ها رو بالا پر میداد، یا آقای خاتمی که باهاش نزدیک بود رو میدون میداد و یک گروه داشت به اصطلاح مهره میچید. و کاملا قابل عرض شود که لمس الان که هنوز هم البته خیلی اسناد دیگه باید منتشر شه،
چون انقلاب اسلامی هنوز به تاریخ نپیوسته، 50 سال بعد هر حادثه به تاریخ میپیونده، ولی تا همین جای کار هم که اسنادی مثل همین صحبت‌های منتظری منتشر شده نشون میده که احمد آقا داشت زمین سازی میکرد که اگر بتواند قدرت رو نگه داره و دست کم رهبری باشه که به او تو مشتش باشه به نوعی و قدرت از بیت آقای خمینی بیرون نره. ولی با فوت آقای خمینی اون بیت از همدیگه وارفت و سر جنازه آقای خمینی در واقع تصمیمی که آقای رفسنجانی که اون موقع نفر اول بود بعد از فوت آقای خمینی او پشتیبانی میکرد این بود که یک شورای رهبری درست بشه، منتها به در مجلس خبرگان که رفتن اون شورا خبرگان حاضر نبودن رأی بدن، در نتیجه باید بلافاصله تصمیم میگرفتن، برای اینکه هنوز آقای گلپایگانی آقای مرعشی زنده بودن و مدعی ممکن بود رهبری بشن چون مرجع تقلید سرشناسته رو با سابقه ای بودن. در نتیجه آقای خامنه ای رو انداختن جلو و ایشون سید هم بود، ریش هم داشت برعکس آقای رفسنجانی. به هر حال اینا حوادث تاریخی همینجوری ها شکل میگیره و رئیس جمهور هم بود و ایشون رو رهبرش کردن. ولی احمد آقا خودش به اصطلاح خیر ندید، از فردا صبحی که آقای خامنه ای رهبر شد و آروم آروم آقای خامنه ای نقشه چید و مواضع قدرت رو یکی بعد از دیگری طی دو سه سال آینده گرفت، از دست آقای رفسنجانی هم گرفت خیلی چیزا رو و کنترل کرد، یکیش هم احمد آقا بود که به سرعت به حاشیه رونده شد و وقتی هم ایشون ابراز نارضایتی کرد یکی دو جا منتشرم شد از اوضاع و اینها، اینجور مارجینال شده بود، به حاشیه رونده شده بود، اندکی بعد هم فوت کرد. حالا البته خیلی حرفا هست راجع به فوت آقای احمد آقا، باز هم از اون چیزهایی که سند تاریخی هنوز نداریم، اگرچه سکته هم محتمل است کاملا کرده باشه، برای اینکه برادر ایشون هم سکته کرد و فوت کرد و خب آخر عمرش عکسای ایشون هم هست که چاق هم شده بود و وزن اضافی هم داشت و بی‌تحرک‌تر هم شده بود و البته در سن که مردها معمولا سکته میکنن هم بود. بر صورت احمد آقای خمینی به نظر من چهره ایست که نقشش رو در انقلاب اسلامی و نزدیکی که با آقای خمینی داشت به خصوص تو اون دو سه سال آخر عمر آقای خمینی باید دقیق‌تر ارزیابی کرد و کاملا اسنادی داره در میاد و نشون میده که در پاره از این جنایت‌ها کاملا شریک و سهیم بوده ایشون. تشکر میکنم. گفته میشد که ایشون قرصشون از خارج وارد میشده، قرصی که ناچار بودن هر روز بخورن، گویا در وزارت اطلاعات قرصه رو دستکاری کردن، این شایعه بود که پیچیده بود. این یک. دو تا اونجایی که به خاطرم هست صفاتی که میدادن به آقای، وصفی که میکردن از آقای احمد خمینی، یکی میگفتن احمد گریان، نشانه مظلومیتش و بیپناهی و بی‌دست و پاییش، یکی هم کنتس پابرهنه، از به عنوان کنتس پابرهنه هم یاد میشون، یعنی که از عناصر به اصطلاح عناصر ساده دستگاه رهبری و بیت رهبری آقای خمینی. تشکر می‌کنم. آقای هادی خرسندی، آقای مهدی تنفرداز معاصر ما که اشعار موندگاری ایشون داره، من یه نیم بیت یادمه که آن احمد گریان که خجل بود دیدی چه زبل بود، یه شعری داره ایشون با همین صفت از احمد آقای خمینی یاد میکنه. جمعه با آقای قاضی خرسندی بودیم، خیلی فوق‌العاده بود. خب تشکر میکنم با آقای، تشکر از آقای محسن سازگارای عزیز، تا دیداری دیگر همینانم. اما شماره استودیو رو هم بر صفحه تلویزیون قرار میدیم، تا لحظات دیگر بنده در خدمت شما هستم. فقط تمنا میکنم کوتاه و مفید و مختصر، جای احمد رفعت واقعا خالی بود. تشکر از آقای سپهر خسروی که داره برنامه رو هدایت میکنه همینانم. برمیگردیم.